پس از سفر ایت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل، دبیر کل این سازمان وضعیت امنیتی افغانستان را شکننده توصیف کرده است و گفته است که افزایش ناامنی ها در افغانستان سبب شده تا فعالیت ترورستان افزایش پیدا کند. وی که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می کرد می گوید که مبارزه با تروریسم تنها مسئولیت افغانستان نیست. حکومت افغانستان علیه افرادگرایی خشن، تروریسم و جنایت سازمان یافته مبارزه می کند. پاسخ دهی به این تهدید تنها مسئولیت حکومت افغانستان بوده نمیتواند. مبارزه مؤثر علیه توریسم مستلزم همکاری های منطقه‌ای و چند جانبه است. در همین حال رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل از افزایش فعالیت گروه های تروریستی به ویژه افراد وابسته به گروه تروریستی داعش در شمال افغانستان نگرانی کرده و گفته است که تهدید گروه تروریستی داعش در شمال افغانستان جدی است. از سوی هم معین وزارت امور خارجه گفته است که تأمین صلح در افغانستان به نفع کشورهای منطقه و جهان است و نیاز است تا لانه های امن ترورستان در منطقه برچیده شود. اهمیت حیاتی رسیدگی به مشکل مخفیگاه های منطقه‌ای ترورستان و پناهگاه های امنی آنان بیشتر از گذشته درک شده است. نیاز است برای ثبات منطقه و جهان لانه های امن ترورستان برچیده شود و همکاری های منطقه‌ای و جهانی در این راستا نیاز جدی است. مبارزه با تروریسم تنها مسئولیت حکومت افغانستان یا مردم افغانستان نیست. یک مسئولیت مشترک است و ممالک منطقه و جهان باید در این بخش همکار باشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که فشارها برای برچیدن لانه های امن ترورستان بیشتر شده است. مقام‌های آمریکایی و افغانستان همواره از پاکستان خواسته‌اند که به ترورستان پناه ندهند.